بینندگان عزیز، در رابطه با تحولاتی که بعد از خاک سپاری استاد شجریان شاهد اون هستیم، تجمع مردم، محدودیت هایی که رژیم ایجاد کرده، گفتگوی داریم با علیرضا معدنچی و میخوام از ایشون سوال بکنیم که این تحولات رو چطوری ارزیابی میکنن و چطوری میشه این رو از نظر سیاسی و اجتماعی سنجید. تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه یا ویژه برنامه قیام آفرین، ما در اختیار شما هستیم. من تشکر میکنم که در اختیار من گذاشتید و سلام میکنم به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. عرض کنم که هیچ واقعی تو این روزهای اخیر به این خوبی بعد از شهادت نوید افکاری قهرمان کشتی و همینطور شهادت مصطفی صالحی در روزهای اخیر نمیتونست اینطور تقابل مردم ایران و جبهه بندی مردم ایران رو در برابر رژیم آخوندی به تمام جهانیان نشون بده. خب ببینید رژیم چقدر واقعا متزلزل هست و چقدر از تجمع مردم نگرانه که دست به چه کارهای سخیفی میزنه برای اینکه مانع تجمع مردم بشه. از پنجشنبه شب گذشته ما شاهد تلاش‌های رژیم هستیم برای اینکه جلوی مردم، جلوی تجمع مردم رو بگیره، چون که میدونه این تجمع‌ها با توجه به پتانسیل انفجاری جامعه هر کدوم میتونه یک جرقه باشه و نطفه یک خیزش و قیام، و خودش میدونه که چی کاشته طی این سالها و چی در انتظاره و چی درو خواهد کرد. بنابراین واقعا خودش رو با آب آتش میزنه، حرکات دیوانواری میکنه برای اینکه مانع تجمع مردم بشه. در تهران شاهدش بودیم که در همون شب چطور به مردم حمله کرد و مردم چطور شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. همینطور روز بعد در بهشت زهرا شاهد بودیم که مانع تجمع مردم در بهشت زهرا شد با انبوهی، بسیج انبوهی نیروهای سرکوبگر و نیروهای امنیتی نگذاشت که مردم به اونجا برن و اقامه نماز بکنن بر پیکر استاد شجریان. و بعدش هم با چه ترفندهای واقعا سخیف و رسوایی اومد و سفر به مشهد رو ممنوع کرد. کاری که در تمام طول این 8 ماهی که در کرونا مردم با کرونا سر و کار داشتند و مسئله اصلی مردم بوده، هیچ وقت اون رو عملی نکرده بود. در خود الان مشهد و طوس هم شاهد هستیم که چطور با بسیج حد اکثر نیرو مانع از این شده که مردم تجمع بکنن، مردم در مراسم تشییع پیکر استاد شرکت بکنن، و از جمله با تشدید جو امنیتی در مشهد و در طوس از دیروز انبوه مزدوران سرکوبگر خودش رو به طوس گسیل کرده. البته مردم از شب گذشته و از اولین ساعات بامداد امروز وقتی هوا هنوز تاریک بود تجمع کرده بودند در طوس که حضور داشته باشن، شرکت داشته باشن. بنابراین میبینید که از یک طرف این مردم هستن که میخوان از هر فرصتی برای اینکه مخالفت خودشون رو و ضدیت خودشون رو با این رژیم ابراز بکنند، و از هنرمند محبوب خودشون که طی این سالها تن به تحمیلات رژیم نداده و حاضر نشده با خواسته های رژیم همراه بشه چگونه تجلیل میکنند و قدردانی میکنند. و از طرف دیگه رژیم رو شاهد هستیم که چطور خودش رو به آب آتش در واقع میزنه که مانع بروز این بشه. ولی خب شما میگین که به آب آتش بزنه، ولی خب این سوال پیش میاد، مگر گرد همایی و حضور چند صد نفر یا چند هزار نفر از مردمی که به اصطلاح علاقمندان یک هنرمند هستن، خب این چه تهدیدی برای رژیم داره؟ ببینید اگر رژیم آیا بهتر نیست اجازه بده که این شرکت بکنه؟ بله، خب از بیرون وقتی که نگاه بکنیم همین
منطقی رو که شما میگید آدم اول به ذهنش میزنه که خب مثلا تجمع هزاران نفر چه تهدیدی برای رژیم محسوب میشه، به خصوص اینکه ترانه هاشو میخونن، شعر هاشو میخونن، بله، ابراز علاقه دارن میکنن. بله، آخه اصلا قضیه به اینجا محدود نمیشه. اگر به چند هزار نفر اجازه بده، این چند هزار نفر تبدیل به چند میلیون نفر خواهد شد و این همون پتانسیلی که ما ازش صحبت میکنیم. مسئله از ترانه شروع میشه، برای به ترانه که ختم میشه، به سرعت تبدیل میشه به شعارهای ضد حکومتی، به که رأس رژیم رو و رأس هرم قدرت رو هدف قرار میده، به سرعت تبدیل میشه به شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب این تجربه‌ای که بارها رژیم داشته، بنابراین رژیم سعی میکنه که در همین اول کار جلوی این چیزها رو بگیره تا تبدیل به چنان موجی نشه یا چنان سلی نشه که نتونه اصلا جلویش رو بگیره. خب در اصلا هم فرق نمیکنه که به اصطلاح این بهانه تجمع مردم چی باشه. ما در اول هفته در روز شنبه شاهد این بودیم که چطور پیروزی در یک مسابقه فوتبال انبوه مردم رو در شهرهای مختلف کشور به خیابونها کشید و رژیم هم با حداکثر قوا سعی کرد که جلو اون رو بگیره، چون که همین پیروزی میتونست عامل یک تجمع، عامل جرقه و عامل به اصطلاح نطفه خیزش و قیام بشه. از بیرون که نگاه میکنیم، بله، ممکنه که اینجوری به نظر برسه که چرا رژیم این کارها رو میکنه، ولی رژیم که خودش بهتر از همه میدونه که وضعیت چجوریه در جامعه و میدونه که این جامعه چقدر ملتهبه و در آستانه انفجاره، اصلا نمیتونه چنین ریسک هایی بکنه و اصلا نمیتونه بپذیره که مردم تجمع بکنن. ما شاهد هستیم که به رغم این همه بگیر و ببند و به رغم این همه محدودیت هایی که ایجاد شده، چه پتانسیلی در مردم هست که همونطور گفتم از شب گذشته با وجود سرمای هوای مشهد و از ساعت اولیه بامداد مردم تجمع کردند که حضور پیدا بکنند و شرکت بکنند. چرا رژیم سفر به مشهد رو ممنوع کرد؟ به خاطر اینکه میدونه که حتی با وجود این شرایط کرونایی اگر که جلوی این رو نگیره، چطور هزارها، صدها هزار نفر روانه مشهد میشن، تجمعی به وجود خواهد اومد که دیگه اون وقت به هیچ وجه نمیتونه از پسش بر بیاد. بله، اشاره کردین به تجمع و اطلاع میدن که یک تصاویر جدیدی دریافت کردیم. اگه موافق باشین این تصاویر رو هم ببینیم، به گفتگومون برمیگردیم. مرغ سحر ناله سر حالا آخرین تصاویری است که دریافت کردیم، بر سر مزار استاد شجریان هست، همچنان که به گوش میرسه، همچنان صدای ترانه معروف مرغ سحر به گوش میرسه و علاقمندان و مردم تجمع کردن، در حال خواندن فاتحه هستند و سر مزار استاد شجریان در طوس. بله آقای مدنچی، هم که داشتیم صحبت میکردیم، تصاویر رو هم که دیدیم، در همین راستا آن فضای مجازی رو که چک میکردم، نکات جالبی در همین رابطه هست. یکی از اونها اشاره خوبی کرده، گفته حکومتی که تاب تحمل یک هنرمند، یک شعر، یک ترانه را ندارد چطور میتواند ادعای مشروعیت و مردمی بکند؟ در واقع این رو گفته و توضیح داده که این قابل توجه کسایی هست که هنوز در سطح بین المللی فکر میکنن که این رژیم رو میشه استحاله کرد یا اینکه توانایی اینه داره که تغییر بکنه و غیره.
که همین رو یک نمونه آورده. صحبت شما را قطع کردم، بفرمایید ادامه بدید. بله، داشتم میگفتم که رژیم دست به کارهای دیوانواری زده طی این دو سه روز گذشته، اما کارها دیوانوار هست ولی رژیم دیوانه نیست. رژیم خوب مسائل خودش رو تشخیص میده، البته مسائل کوتاه مدت، چون که دیکتاتور که نمیتونه به بلند مدت فکر بکنه، که اگر به بلند مدت بخواد فکر بکنه که خب باید بذاره و بره پی کارش. همین کارهایی که رژیم میکنه ممکنه که در کوتاه مدت و امروز و فردا جلوی این انفجار اجتماعی رو بگیره، جلوی این خیزش و قیام در تقدیر رو بگیره، اما به طور دراز مدت که نخواهد تونست. این تمام این اعتراضات سرکوب شده، تمام این چیزهایی که رژیم میخواد جلویش رو بگیره، این بغض‌های در گلو مانده، اینها بالاخره یک روزی منفجر خواهد شد. از روزی هم که صحبت میکنیم اون روز دیر نیست، به خاطر اینکه اونقدر فشارها افزایش پیدا کرده، فشارهای اقتصادی، فشارهای سرکوبگرانه، فشارهای اجتماعی، که این رژیم در آستانه انفجار معاون روحانی اسحاق جهانگیری یک بار گفته بود که جامعه مثل یک اتاق پر از گاز میمونه که هر جرقه اون رو ممکنه که به انفجار و اشتعال بکشونه. واقعیت جامعه ایران این هستش. بنابراین رژیم دست و پا میزنه که با این کارها فقط چند سباهی عمر خودش رو اضافه بکنه. ولی همونطوری که از استاد شجریان میشنیدیم در یکی از مصاحبه‌هاش، 5 سال و 10 سال و 15 سال و اینها که در عمر تاریخی یک ملت لحظه محسوب میشه. این حرف مصدق بزرگ هست که اون هم گفته بود که این سالهایی که رژیم برای خودش به عنوان فرجه میخره دیکتاتوری، اینها در عمر تاریخی یک ملت کهنسالی مانند ملت ایران لحظه بیش نیست. و این رژیم از اون تقدیر مکتوم که سرنگونی و نابودی هست با این کارهاش نمیتونه فرار بکنه. آیا این نتیجه گیری رو فقط بر اساس نمونه های تاریخی شما میگین، یا اینکه در واقع عوامل مادی هم الان وجود داره که شما نتیجه گیری میکنید که علی رغم این ترفندها و سیاست هایی که رژیم استفاده میکنه ولی این براش نتیجه نخواهد داد و کوتاه مدت؟ ببینید، خب نمونه های تاریخی که فراوان هست در این زمینه، تمام دیکتاتوری ها با همین شیوه ها خواستن که حکومت خودشون رو سر پا نگه دارند و خواستن که با همین شیوه ها به عمر حکومت خودشون اضافه بکنن، ولی تماما و همگی شکست خوردن. اما از این که بگذریم، خب الان شرایط جامعه ایران فی الواقع برای زندگی رو برای مردم تحمل ناپذیر کرده. ببینید، همین امروز تو خبرها میخوندم که قدرت خرید مردم ایران به 1/4 طی همین روزها، طی همین 1-2 سال اخیر تنزل پیدا کرده. وضعیت به گونه است که مردم حتی قادر به تهیه غذای خودشون نیستند، چه برسه به مثلا تأمین مسکن. شرایط به گونه است که طبقه متوسط به کلی از بین رفته و تماماً اینها به زیر خط فقر سقوط کردند، و کسانی که ناچارند که مدام هی مسکن خودشون رو عوض بکنن به مسکنی که مسکن کوچکتر، دور افتاده تر، به حاشیه شهرها رانده میشن و حاشیه شهرها هم معلوم نیستش که به کجا خواهند رفت. سر به بیابون گذاشتن فی الواقع، به طور واقعی چادر زدن در بیابون ها، نمیدونم مقبره نشینی تبدیل به یک پدیده رایج شده، همینطور پشت بام خوابی و چیزایی که اصلا در نشده بودیم ما تا حالا، و گرسنگی و شبه گرسنگی و قحطی که پدیدار شده. و خب تمام اینها چی رو نشون میده؟ اون هم برای یک ملتی که پیشتاز بوده در انقلاب در منطقه، اون هم در یک قرن 2 انقلاب مهم رو پشت سر گذاشته و به پیروزی رسیده. آیا رژیم با این کارها میتونه این جامعه رو به بند بکشه؟ پاسخ اینه که خیر، هرگز. و ملت ایران نشون دادن که تن به ذلت نمیدن با الگوهایی که دارن و با شاخصهایی که این مردم در این سالها و دهه های اخیر
به منصه ظهور رسوندن، خب طبعاً انتظار اینه که، و این نه تنها انتظار ما بلکه انتظار همه ناظران و تحلیلگران اینه که انفجار در جامعه ایران نزدیکه. بله، در شما داشتین صحبت رو میکردین، من همچنان بعضی پیام ها رو که در فضای مجازی هست نگاه میکردم، برخی از اونها واقعا نکات جالبی دارن. یک نفر در فضای مجازی نوشته، بیشتر توییتر و تلگرام رو مشغول نگاه کردم بودم، یک نفر نوشته واکنش مردم به جان آمده و خواهان آزادی نسبت به فوت استاد شجریان بیانگر یک رویارویی عمیق، یک تخاصم عظیم بین این مردم و حکومت است که لاجرم بایستی به نفع مردم به نتیجه برسد. نظرتون چی؟ دقیقا همینه، این که گفتن که این به نفع مردم به نتیجه برسه، ببینید این یک شعار نیستش. ببینید در جنگ بین مردم و دیکتاتور، مردم میتونن ده ها بار به اصطلاح عقب رونده بشن، ولی این شکست نیست. ولی دیکتاتور یک بار اگر که شکست بخوره، دیگه پروندهش برای همیشه بسته میشه، و این همون چیزی است که رژیم ازش میترسه، و این تمام تلاش هایی که میکنه برای ممانعت از فرارسیدن اون لحظه تاریخی که به هر حال خواهد رسید. اون خب رژیم دست به سرکوب و کشتار قیام دی ماه 96 زد. نتیجه چه بود؟ با فاصله کوتاهی کمتر از دو سال ما شاهد قیام آبان 98 بودیم. رژیم با کشتار بیرحمانه بیش از 1500 نفر سعی کرد که این صدا رو در گلو خفه بکنه، اما خودش که میدونه که این کار ناشدنیه. و بعد از اون شاهد قیام دی ماه 98 بودیم، و بعد از اون الان آنچه که شاهدش هستیم در واقع ادامه همون قیامه. نشون میده که رژیم در سرکوب اون قیام موفق نبوده و موفق نخواهد شد. همونطور که عرض کردم، این هموطن به خوبی اشاره کرده که اینها همه نشانه اون تخاصم عظیمی است که به هر حال ناگزیر این تخاصم و این تضاد به نفع مردم و به زیان دیکتاتور حل خواهد شد. بله. آیا شما نکته دیگه ندارین؟ برگردیم به ادامه برنامه، تصاویر رو ببینیم اگه آماده دارن برامون پخش کنن. من فقط می‌خواستم از این فرصت استفاده بکنم. بله. و به مردم ایران که چنین اراده ای رو از خودشون نشون میدن و اینطور آماده برای جنگ هستن و آماده برای به زیر کشیدن نظام دیکتاتوری هستن، هزاران بار درود بفرستم. بله، با تشکر مجدد از گفتگویی که داشتیم. ویژه برنامه قیام آفرین ویژه استاد شجریان رو ادامه میدیم. Don't.
بعد کن نشون نشین در رکان دم خون نشون نشین به پا به پا به کف رایت قیام به خان به خان وطن را به نام سر زده فرو به نبرد ما نبرد ما پس کنده هم آج جنگ ما تو جوان رازه های گل تصاویری که مشاهده می‌کنید از صحنه خاکسپاری استاد شجریان و مراحل قبل از اون هست. حضور سنگین مأموران انتظامی و بستن همه راه‌ها مشاهده میشه. همونطور که گفتیم رژیم با حضور گسترده مأموران امنیتی، بستن اپراتورهای تلفن همراه و همینطور قطع کردن اینترنت مانع این میشه که حضور گسترده مردم و همراهی و همدلی و همبستگی اونها با استاد شجریان و با یکدیگه به بیرون منتشر بشه. Oh, it's shadow.
به دنبال درگذشت استاد شجریان، خانم مریم رجوی به مردم ایران و جامعه هنرمندان و بستگان و دوستان شجریان به خاطر فقدان یکی از بزرگترین هنرمندان ایران تسلیت گفت و تاکید کرد. البته آثار و کارنامه درخشان هنری شجریان ماندگار و در شمار ذخایر ذی قیمت هنر ملی است. تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد. خانم رجوی افسود تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی آثار و آموزش‌ها و نوآوری‌های بدی او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بیبدیل ایرانی خواهند افسود. آوای او بر دلهای میلیون‌ها ایرانی در طی چند نسل نشسته و خاموش ناشدنی است. خبرنگار سیمای آزادی هستم از مشهد. تجمع بزرگداشت استاد شجریان در آرامگاه فردوسی. خبرنگار سیمای آزادی هستم از مشهد. Bit.
بینندگان عزیز، تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به همین امروز هست. گلگذاری بر سر مزار استاد شجریان در طوس. همونطور که میبینید علاقمندان و مردم در صحنه بعد از انجام خاکسپاری همچنان در محل حضور دارند و مزار استاد شجریان رو با قرار دادن گل آراسته کردند. ما همچنان آخرین خبرها و تحولات و عکس‌ها و ویدیوهایی رو که به دستمون برسه در همین رابطه در به اطلاع شما خواهیم رسوند. این تصاویری مربوط به همین امروز که مراسم خاکسپاری بامداد امروز همونطور که به اطلاعتون رسوندیم در طوس انجام شد. Shake your body.